عالی هست. دوستان میتونن با بخش ریز هند مطرح کنن سوالشون رو. در حقیقت اگر دوستان سوالی دارن با ریز هند میتونن که کنار دکمه آدیو هست اعلام کنن، میکروفونشون روشن بشه و سوالشون رو مطرح کنن. اگر سوالی مطرح نیست مستقیم بریم ارائه آقای سیگاری رو ببینیم. در انتهای اون نشست باز در کل مبحث اگر سوالی بود میتونن دوستان مطرح کنن. سوالی هست اگر ریز هند رو کلیک کنید، وگرنه آقای سیگاری ما میکروفون شما رو روشن کردیم و شما الان پرزنتر هستید، ارائه کننده شما هستید. اسلاید شما آپلود شده ICA وبینار اینجا بالا، بخش بالا به احتمال زیاد میبینید. بله اگر هم نیازی به ارائه اشاره بود آقای سیگاری، همین علامت فلش کنارش اون بزنید یه علامت دایره هم میاره، اگر همین دایره‌ای که من داشتم بهش اشاره میکردم باشه. متوجه نشدم. کنار فلش یه مثلث کوچیک هست به سمت پایین، یه فلش اینجا بالا. ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم آقای سیگاری، اگر ممکن باشه. بهتر شد الان؟ الان خوبه، بسیار خوب. خب به نام خدا، موضوعی که در خدمتون هستم کاربرد الگوریتم رقابت استعماری در انتخاب ویژگی، یا همونطور که آقای مهندس آتش‌پز گفتن فیچر سلکشن هستش. ببخشید این چرا جلو نمیره؟ با اسپیس یا با بالا پایین کردن فلش بالا پایین باید حرکت کنه. بازم متاسفانه حرکت نکرد. خب روی آها با این حرکت، بله درست شد. خب سرفصل مطالبی که خدمتون ارائه می کنم در 4 بخش گنجونده شده. بخش اول مقدمه بر انتخاب ویژگی که کلن بحثمون تو این بخش در مورد انتخاب ویژگی مسائلی که توش وجود داره و کاری که میشه انجام داد. در بخش دوم به عنوان مقدمه‌ای بر انتخاب ویژگی توسط الگوریتم‌های تکاملی، من کاربرد الگوریتم ژنتیک در واقع ساده‌ترین الگوریتم هستش از الگوریتم‌های تکاملی در انتخاب ویژگی توضیح میدم. در بخش سوم سیستم تشخیص چهره رو ابتدای توضیح کلی میدم و میام ویژگی رو توش تعریف میکنم و میگم چه شکلی میشه این سیستم تشخیص چهره‌ای که معرفی کردیم انتخاب ویژگی رو انجام بدیم با استفاده از الگوریتم‌های ICA و PSO، و در بخش آخر هم که نتایج آزمایش ها رو. بخش اول مقدمه بر انتخاب ویژگی. خب انتخاب ویژگی در واقع یک مسئله NP-hard. مسئله NP-hard خیلی ساده بخوام بیان کنم اینطوریه که اگر ما یه مسئله داشته باشیم با اندازه N، مدت زمان حل مسئله رو بهش میگیم اوردر زمانی حل مسئله، که توی مسائل NP-hard در واقع این اوردر زمانی یک اوردر غیر چند جمله‌ای میشه. مثلا فرض کنید نمایی یا فاکتوریالی که ما اینجور مسائل رو مسائل NP-hard میگیم. ما ترجیح میدیم مسائلمون به صورت پولینومیال باشه یا چند جمله‌ای باشه، یعنی اگر ما مسئله‌ای داشته باشیم که اوردر زمانیش یا همین مدت زمان حل مسئلهش از مرتبه چند جمله‌ای باشه، حتی مثلا n به توان 10 باشه، ترجیح میدیم به این که اوردر زمانی حل مسئله مثلا 2 به توان n باشه یا e به قوه n باشه، چون در حالتی که نمایی باشه ما مشکلات بسیار زیادی داریم و هرچی n بزرگتر بشه بزرگ شدن اندازه مسئله باعث میشه که خیلی سریع ما حجم محاسبات خیلی بالایی رو لازم داشته باشیم و نتونیم که اون حجم محاسبات رو با این کامپیوتری که فعلا داریم انجام بدیم. خب هدف از انتخاب ویژگی تو مسائل پترن ریکگنیشن چیه؟ ما معمولا یه سری ویژگی هایی داریم که ویژگی های کلی در یه مجموعه خیلی بزرگ داریم
و ما میخوام از توی این مجموعه بزرگ یه تعداد محدودی ویژگی رو انتخاب کنیم به منظور یه بهینه‌سازی خاصی، مثلا اینکه ریکاگنیشن ریتمون رو ببریم بالا یا CCR کلاسیفیکیشن کارکت کلاسیفیکیشن ریتمون رو ببریم بالا. این معیار خیلی ساده ایه و هدفمون تو انتخاب ویژگی یکی از این اهدافی که حالا یک شما اینجا مثال دادم و حالا توی اسلاید بعد میتونیم روی بقیه اهداف هم صحبت کنیم. حالا بخوام به صورت ریاضی اینو بحث کنیم، انتخاب ویژگی در واقع اینه که ما یه مجموعه بزرگی از ویژگی ها داریم که انت عضو داره. از این انت عضو ما میخوام تعداد محدودی ویژگی که به اندازه ام تا هستش میخوام انتخاب کنیم که مطمئناً ان هم خیلی بزرگتر از ام هست. تو این حالت ما تعداد انتخاب های ممکنی که میتونیم داشته باشیم در واقع ترکیب ام از ان خواهد بود که برابر خواهد شد با ان فاکتوریال تقسیم بر ام فاکتوریال ان من های ام فاکتوریال، که این عدد بسیار بسیار بزرگی میشه. به این ترتیب مرتبه زمانی الگوریتم انتخاب ویژگی ما اوردرش از اوردر در واقع فاکتوریال میشه، ان فاکتوریال تقسیم بر ان فاکتوریال ضرب در ان من های ام فاکتوریال، که این عدد خیلی خیلی بزرگی هستش. حالا برای اینکه بیشتر با این پیچیدگی مسئله انتخاب ویژگی آشنا بشیم، من توی اسلاید بعد یه مثالی آماده کردم. فرض کنیم که ما کل ویژگی هایی که توی مسئله داریم 1000 تا باشه، یعنی انمون برابر 1000 باشه. فرض کنیم که میخوام از این 1000 تا ویژگی ما 10 تا ویژگی که بیشترین تأثیر رو در افزایش نرخ تشخیص صحیح داره یا همون ریکاگنیشن ریت داره انتخاب کنیم. پس اممون میشه 10 و انمون هست 1000. تو این مسئله خاصی که من معرفی کردم اگه تون فرمول استاید قبلی این اعداد رو قرار بدیم میشه 1000 فاکتوریال تقسیم بر 10 فاکتوریال ضرب در 990 فاکتوریال، که در واقع 990 فاکتوریال در مخرج قرار داره، که این عدد خیلی بزرگتر از 2.6 ضرب در 10 به توان 23 خواهد شد. حالا برای اینکه ملموس‌تر بشه این پیچیدگی، این شکلی من خدمتتون عرض کنم که اگر من هر کدوم از این انتخابا رو بخوام در مدت یک میکروثانیه تستشون کنم ببینیم انتخاب من چقدر خوبه، فقط یک میکروثانیه در هر انتخاب وقت بذارم، 2.6 × 10^23 حالت مختلف بیش از 8 میلیارد سال زمان خواهد برد. و این فرضی که من کردم هر انتخاب یک میکروثانیه طول میکشه فرض بسیار بسیار خوبیه، چون بسیاری از مسائلی که ما کار میکنیم، مثلا اگه بخوام کارکت کلاسیفیکیشن ریت رو حساب کنیم به عنوان فیتنس، زمان بسیار بسیار بیشتر از یک میکروثانیه خواهد بود. مثلا نمونه که من خودم اینجا کار کردم در حد دقیقه تقریبا طول میکشید تا بتونه یک انتخاب رو بررسی کنه، که در این حالت اگر شما بخوان در نظر بگیرید بسیار بسیار زمان زیادی خواهد شد. خب با توجه به این پیچیدگی بسیار زیادی که برای مسئله انتخاب ویژگی من خدمت رو توضیح دادم، عملا حل کامل مسئله و اینکه ما کل فضای ویژگی ها رو بیام بررسی کنیم و بهترین ویژگی رو انتخاب کنیم عملا امکان پذیر نیست. به خاطر همین یکی از بهترین روش هایی که استفاده میشه برای انتخاب ویژگی الگوریتم های تکاملیه، چون الگوریتم های تکاملی میتونن در زمان بسیار محدودی جواب تقریبا بهینه ای برای ما پیدا کنن. البته اینو خدمتتون عرض کنم که این خاصیت تقریبا تمام الگوریتم های تکاملی هستش که نمیتونن جواب لزوما بهینه رو پیدا کنن، ساب اپتیمال رو معمولا پیدا میکنن و نزدیک میشن به بهینه، ولی خب چون در زمان بسیار محدودی این کار میکنن برای ما کاربردهای بسیار خوبی داره. خب بخش دوم رو خدمتتون معرفی میکنم و نحوه کاربرد الگوریتم ژنتیک در انتخاب ویژگی رو روش بحث کنم. خب توی الگوریتم ژنتیک ما چند قسمت مختلف داریم که باید اینا رو تعریف کنیم و بعد از اون بیام از الگوریتم ژنتیک استفاده کنیم، که مهمترین بخشش نحوه بازنمایی یا ریپرزنتیشنه، تعریف تابع فیتنسه و یه سری عملگرهایی داریم که عملگر انتخاب والد یا پرنت سلکشنه، انتخاب فرزند یا سروایوال سلکشنه، عملگر ترکیب یا ریکامبینیشن یا بعضی ها بهش میگن کراس اوور، و عملگر جهش یا میوتیشنه، که ما بعد اینا رو تعریف کنیم و بعد بیام توی مسئله انتخاب ویژگی ازش استفاده کنیم الگوریتم ژنتیک رو. من دو تا بخش اصلی رو خدمتتون معرفی میکنم که اولیش بازنمایی مسئله همون ریپرزنتیشنه. برای اینکه بحثتون رو راحت‌تر توضیح بدم یک مثال آوردم خدمتتون. فرض کنید ما مجموعه کل ویژگی‌هایی که داریم
10 تا ویژگی باشه که من توی این اسلاید همونطور که مشاهده میکنید با F1 تا F10 البته F‌های کوچیک نشون دادم، یعنی ما 10 تا کلا ویژگی داریم و این مجموعه رو با F بزرگ نشون دادم. حالا ما میخوام یه سری زیر مجموعه‌ای از این F بزرگ انتخاب کنیم که مثلا فرض کنید توی این قسمت مشاهده میکنید زیر مجموعه F1 که شامل 4 تا عنصر F2 F3 F5 و F7 یا مثلا زیر مجموعه F2 که شامل 3 تا عنصر F1 F4 F9 ما یه سری از این زیر مجموعه‌ها میخوام انتخاب کنیم که در واقع اون هدفمون رو برآورده کنه. مثلا CCRمون correct classification rateمون رو افزایش بده. حالا میخوام بازنمایی کنیم این زیر مجموعه F1 و F2 رو میخوام بازنمایی کنیم توی GA. میام چیکار میکنیم؟ ما دو تا فضا داریم، یه فضای فنوتایپ داریم و فضای جنوتایپ. فضای فنوتایپ فضای مسئله‌مونه، اون فضای ویژگی هامون مثلا که همونطور که مشاهده میکنید زیر مجموعه F1 و زیر مجموعه F2 رو میبینید دقیقا با همون ویژگی هایی که قبلا خدمتتون معرفی شد. و بعد یه فضای جنوتایپ داریم. فضای جنوتایپ رو برای اینکه یه بازنمای ساده بخوام داشته باشیم اومدیم از یک بردار باینری استفاده کردیم که این بردار باینری طولش دقیقا به اندازه تعداد ویژگی هایی که ما تو مجموعه اصلیمون داریم، یعنی مجموعه F. چون تعداد ویژگی هایی که ما کلا اینجا داریم 10 هستش، ژنوتایپمون در واقع بردارهایی خواهد بود با طول 10 که این عناصرش همه یا 0 یا 1. حالا نگاه میکنیم به اون زیر مجموعه که انتخاب کردیم. مثلا برای F1 ما عناصر F2, F3, F5 و F7 رو داریم. چون عناصر F2, F3, F5 و F7 رو داریم میام عناصر متناظر در این بردار باینری رو 1 میکنیم و بقیه رو 0 میکنیم. در این صورت ما تو این بردار باینری متوجه خواهیم شد که عناصری که به ازای اونها 1 قرار داره اون ویژگی درشون قرار داره و اگه 0 باشه اون ویژگی قرار نداره. مثلا F2 چون وجود داره ما عنصر متناظرش رو 1 کردیم و F1 چون وجود نداره عنصر متناظرش رو 0 کردیم. برای زیر مجموعه F2 هم همین ریپرزنتیشن رو میتونیم داشته باشیم. در این حالت ما طول بردارهایی که تولید میکنیم کاملا ثابته و برابر تعداد ویژگی های کلیمونه و بردارمون هم بردار باینریه. پس این بخش ریپرزنتیشن مسئله رو انجام دیم. بحث بعدی که مطرح میشه بحث تابع برازش و فیتنس فانکشن. تابع فیتنس فانکشن رو من اینجا دو تا مورد مختلفش رو میام بحث میکنم. یک دفعه هدف ما اینه که فقط نرخ تشخیص صحیح یا کارکت کلاسیفیکیشن ریتمون که مخففش میشه CCR رو افزایش بدیم. در این حالت فرض میکنیم که تعداد ویژگی‌هایی که میخوام انتخاب کنیم کاملا ثابته و خودمون تعیین میکنیم. مثلا فرض میکنیم 50 تا ویژگی رو میخوام انتخاب کنیم طوری که این 50 تا ویژگی بیشترین CCR رو برای ما تولید کنه. تو این حالت چون فقط بهینه‌سازی مربوط به ماکسیمم کردن CCR میشه تابع فیتنس و طبق این فرمولی که مشاهده میکنید برای هر کدوم از اون زیر مجموعه ویژگی ها تا به فیتنس رو میام این شیعه تعریف میکنم که کارکت کلاسیفیکیشن ریتی که از انتخاب اون ویژگی ها برای ما به دست میاد، یعنی اون ویژگی های FI رو بیام استفاده